عرض ادب و ارادت خدمت ساکنین کره زمین، خصوصا شما همراهان رادیو دماوند و فارسی زبانان در اقصا نقاط جهان، خصوصا کشور ما انگلستان. امیدوارم که روز و شب بر وفق مراد شما باشه و آرزو میکنم که بهترین ها هم در انتظار شما باشه. دو سه تا خبر رو خدمتون قرار عرض بکنم به خاطر ضروریت و نمیدونم کوتاه بودن زمان. یکی حکم اعدام روح الله زم، نفری که از تو فرانسه جنایتکار دزدید بردش، من و تو هم نشستیم نگاه کردیم، یا سر تکون دادیم یا تایید کردیم یا خونسا برخورد کردیم، یعنی هیچ کاری نکردیم که توی اروپا هم اومد نفر دزدید و برد. خب اینو داشته باشیم تا حضور شما عرض کنم که مطلب دیگه هم خدمت رو عرض کنم. این خامنه مفنگی منگل عقب افتاده میگن مریضه. تا لحظات دیگه بعد از شنیدن آهنگ توجه شما رو به جلب میکنم به شنیدن این دوتا موضوع. از شما میخوام که کاری بکنی، واقعا زنده بشیم، بیدار بشیم به حقوقمون و پی ببریم، نشون بدیم که حق بندیم. تا لحظاتی دیگه یه آهنگ میشنویم و در خدمت شما هست. میدونیم که 8 از استانهای ایران رو سیل گرفته. رژیم مافیای جنایتکار خامنه‌ای مفنگی توان حل مسئله نداره. یک نفر نان داشتم و بی نبا دندان نداشت، آن یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت، آن یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت. آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در انوال دنیا غرق بود ایمان نداشت. یک نفر نان داشتم و بی‌نوا دندان نداشت، یک نفر نان داشتم و بی‌نوا دندان نداشت، آن یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت. دشت باور داشت گرگی در میان گله بود، گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان نداشت. نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود، یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود، آن یکی بابا خر میرفت و خر پالان نداشت. این نفر نان داشتم و بی نوا دندان نداشت، یک نفر فردوس را ارزان به مردم میفروخت، نقشه ها کو داشت در پندار خود شیطان نداشت، هر کجا دست نیازی بود بر سوی دراز، رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان نداشت. خانم
هنگامه شهیدی هم به 7 سال زندان محکوم شد به خاطر سکوتی که من و تو داریم میکنیم، به خاطر اینکه من و تو غیرتی به خرج نمیدیم. انسانهای ایرانی یکی بعد از دیگر یا به حلقه اعدام سپرده میشوند یا به زندانهای طولانی مدت. من و تو سکوت میکنیم تا که نوبت به من و شما برسه که مطمئنن میرسه، اگر که ممکنه چون بیرون از کشور هستیم دیرتر برسه. اخبار گوش میدیم تا لحظات دیگه لطفا. طبق همکارمون که گفتن سابسکرایب بکنین و به دوستان معرفی بکنین. با درود بر شما همراهان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. سرخط خبرها: سلامتی حضرت آقا چه شده است که همه تکذیب می کنند؟ حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی ایران تایید شد. در آخر پیشبینی حجاریان درباره رئیس جمهور آینده. مشروع خبرها: به گزارش رسانه‌های حکومتی، صادق خرازی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و دبیر کل حزب ندای ایران در اظهار نظری شایعات درباره سلامت خامنه ای را تکذیب کرد. او در پستی اینستاگرامی نوشت: به نام خدا، من معمولاً سعی کرده ام سکوت اختیار کنم. ساختار و تشکیلات رهبری سیستم اطلاع رسانی خود را دارد و دلیلی ندارد فردی مثل من اظهار نظری کند. اما به دلیل انبوه تماسایی که با من گرفته شد این پست را می گذارم. امروز دوشنبه برای جلسه ای در بیت خامنه ای بودم و نهار را در آنجا صرف کردم و با یکی از نزدیکان حضرت آقا صحبت داشتم و حمدالله حال مبارک ایشان عالی و سرشار از انگیزه و انرژی هستند. به شایعات دروغ توجهی نشود. کل سناریو ساخته و پرداخته شایع افکنانه و دروغ پردازان خارجی است و بس. البته کاش آقای صادق خرازی توضیح می داد وقتی در منزل معظم الله بوده چرا او را ندیده است. روز گذشته ادعاها و شایعاتی درباره سلامت خامنه ای در برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی همچون نیوزویک مطرح شده بود. مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبری این شایعات را رد کرد. فضائلی در توییتی نوشت: به کوری چشم دشمنان و به فضل الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه‌های خود طبق روال مشغول هستند. این در حالی است که مجله آمریکایی نیوزویک به نقل از منابعی در ایران نوشته است که حال رهبر جمهوری اسلامی رو به وخامت گذاشته و به دلیل نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه قدرت را به پسرش آقا مجتبی منتقل کرده است. بنابر این گزارش، دیدارهای روحانی با خامنه ای نیز به دلیل وخامت حال رهبر لغو شده است. و اما یادداشت یک هموطن در همین رابطه: احتمال مرگ ناگهانی خامنه ای دیکتاتور وجود دارد. بی دلیل نیست ناگهان مجتبی خامنه ای را مجتهد و آیت الله می خوانند. درست اتفاقی که برای پدرش علی خامنه ای افتاد و یک شبه مجتهد شد تا رهبر شود. حال موضوع مهم این است که مردم باید صدایشان را به همه حتی دنیا برسانند که ما به اجتهاد و مجتهد اعتقادی نداریم، چه برسد به این که چه کسی مجتهد باشد یا نباشد. وقتی رضا شاه حکومت را به پسرش واگذار کرد، خمینی و انقلابیون تبلیغات می کردند که شاه دیکتاتور است و حکومت فقط در خانوادهشان دست به دست می شود. حال خامنه ای و همپیاله هایش همین کار را می کنند. حالا دیکتاتور کیست؟ به نام اسلام و مجتهد حکومت و ایران را در دستان خود گرفتند. مردم اگر تا قبل از جانشینی مجتبی فاسد و قبل از مرگ خامنه ای دیکتاتور کاری یا قیامی کردند که هیچ، اگر غیر از این شود اینان با در دست داشتن تمام رسانه ها از مرگ خامنه ای استفاده کرده و
مظلوم نمایی و تشییع جنازه عظیم را می اندازند و با تبلیغات و گریه و ناله و مظلوم نمایی شور قیام و انتقام را در دل مردم سرد می کنند و آنها را منصرف می کنند. تا قبل از فوت خامنه ای باید کاری کرد. خامنه ای بمیرد، قیام و انتقام می رود برای 40 سال دیگر. و بشنوید که دیوان عالی کشور حکم اعدام روح الله اعظم را تایید کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرد که حکم اعدام روح الله اعظم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. غلام حسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور با حکم صادره علیه روح الله اعظم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرد. روح الله اعظم که در فرانسه زندگی می کرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهامهای مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه آنها تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می کرده است. مسئولان حکومت ایران روح الله زم کانال تلگرامی آمد یوز را متهم کرده اند که به ویژه در جریان اعتراضهای دیماه 96 مردم را به خشونت تشویق می کرده اند. این اعتراضات در حدود 100 شهر ایران رخ داد و بر اساس گزارش‌های رسمی منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر شد. و اما پیشبینی حجاریان درباره رئیس جمهور آینده. سعید حجاریان تئوریسین جریان اصلاح طلب در یادداشتی نوشت در آمریکا نیز ادوار کمی بوده است که رؤسای جمهور یک دوره ای شدند. افراد از جمله جورج بوش، کلینتون و ترامپ. من حدس میزنم رئیس جمهور آینده ایران نیز به سختی به دور دوم برسد. دلایلی در این زمینه در دست دارم که اشاره میکنم. اولان که شاید در سالهای آینده زمزمی نظام پارلمانی دوباره اوج بگیرد و با تغییر قانون اساسی پست رئیس جمهوری به کلی حذف و نخست وزیری جایگزین آن شود. از آن مهمتر اما این که رؤسای جمهور سابق هر یک اندوخته‌ای داشتند که آن اندوخته و کارمایی میتوانست آنها را در دور دوم یاری کند تا دوباره رأی مردم را کسب کنند. به عنوان مثال علی خامنه‌ای از پشتوانه امام برخورد بود و از اون گذشته جنگ مانع از استعفای افراد می شد و اساساً امام نیز مخالف استعفای مقامات بود. مثلا در مورد استعفای مهندس موسوی به خاطر داریم اما به شدت اعتراض کنم حضور شما. خیلی فکر میکنم علاقه داشتیم مزخرفات این استمرار طلبای جنایتکار ضد بشر وطن فروش بیدین و بیشتر از این گوش بدیم. فقط دو تا خبر مهم بود که همکارمون پخش کردن. یکی اینکه این مفنگی هر چقدر از پایین و بالا پمپاژ میشد با مواد مخدر که بیا گاهن دجمن دجمن بکنه، ظاهرا دیگه ریغ رحمت رو داره سر میکشه گور به گوری به امام دجالان، امام جنایتکاران و امام پلیدان میپیونده. به همین زودی که مطمئنم بعدش هم این پسر خاجش مجتبی خاجه جانشینش خواهد شد. میدونی که مجتبی خاجه است، حتی برای که بچه دار بشه اومد 1 میلیون خرج کرد، در حال که جوانان رشیدی بودن در ایران. اومد 1 میلیون خرج کرد توی انگلیس که بچه دار بشه. عرض کنم که از اموال ثروت اون بدبخت هایی هست که کلیه و قرینه چشمو میفروشن که فقط زندگیشو تغذیه بشه. از ثروت اون ملتی که به فقر مطلق کشیده شده اومد 1 میلیون هزینه کرد که بچه دار بشه، در حالی که توی جنگ 8 ساله هزاران
خانواده بچه بی سرپرست موندن که این اگر شرف داشت، اگر ایرانی بود، اگر انسان بود، مسلمان بود، حتما به جایی که بیا 1,000,000 پوند هزینه بکنه بچه دار بشه، سرپرستی 1-2 تا بچه رو به عهده می گرفت و نشون می داد که بوی از انسانیت برده باشه. ولی اینها همه میگه دلیل آمد دلیل آفتاب، اینا همه نشانه اینه که این جنایتکاران دین که ندارن، شرف که ندارن، انسان که نیستن.